خب با اجازتون از اینجا شروع بکنیم که توی همون صفحات ابتدایی کتاب شما اشاره کردیم، گفتیم که برای جهانبانی شهرتی بسیار فراتر از جایگاه حقیقی و تاریخیش شهرتی وجود داره که خب حالا کتاب برای این نوشته شده اونطور که من فهمیدم که جایگاه واقعی جهانبانی رو ما متوجه بشیم مخاطب، حالا اونطورم که خودتون فهمونیم کتاب نتیجه گیری نداره بدنیم. اما من یه ارجاع دیگه بدم برای شروع به صفحه 72. شما میگین که عده‌ای تلاش میکنن تا مصادیقی مرتبط با جهانبانی را تحت شرایطی که صحت و زغم آن مبهم و نامشخص است طوری بازتعریف کنن که جذاب و عوام‌پذیر باشه. جذاب و عوام‌پذیر بودن چی؟ خب معلومه دیگه، قهرمان‌سازی اینا چیزی متوجه میشه. اما میگین مصادیقی مرتبط با جهانبانی، یعنی یه چیزایی احتمالاً بوده در تاریخ، هیچ دستاویز اینها قرار گرفته، هیچ. خب میفهمید که هیچ از همینجا شروع بکنه. سوالو بپرسم بگم این چیزایی که هیچی نبودن برای جهانبانی شما بفرمایید. این ماجرای ببینید، این یه اشاره هم که کتاب شما کردین، یه پروژه‌ای ظاهرا هست که به نوعی انگار مخاطب رو میخوان گمراه بکنن از ظلمهایی که مثلا امثال نصیری و نمیدونم تیمور بختیار و اون چهره‌های منفی در واقع حکومت پهلوی داشتن، انگار به نوعی سراغ چهره ای رفتن که به حد اونها ظاهرا منفی نبوده مثل جهانبانی. من میخوام اونو بردش بکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینین بذارین از انگیزه خودم برای نوشتن این کتاب خدمتتون عرض بکنم پاسخ شما را. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا همین الان ما چراراً شاهد این بودیم که در شبکه‌های مجازی ژنرال چشم آبی سپهبد نادر جهانبانی مطرح میشه که ایشون چیکار کرد چیکار نکرد، و الان هم که وام مصیبت و مظلوم بود و کشته شد و بی خود اعدامش کردن و تو دادگاهش اینو گفت و تو دادگاه اینطوری کرد و موقع اعدام دستور اعدامش رو خودش داد و فلان و خلاص بود. من به عنوان یه شخصی که نظامی بود و ارتشی بود، من ارتشی هستم، بازنشسته شدم، افتخارم میکنم به اینکه در ارتش بودم و افتخار بیشترم اینه که در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بودم، چون قبلش هم قبل از اینکه ارتشی بشم بسیجی بودم، بعدم رفتم ارتشی شدم. خب برام جالب بود واقعا، ما یه همچین اسطوره‌ای داشتیم، یه همچین فردی بوده، خب چرا که نه. منم یه پژوهشگر بودم، یه نویسنده بودم. خیلی ساده بهتون بگم، شوخی شوخی بررسی موضوع 5 سال وقت منو گرفت، عمر منو گرفت که من رفتم تا برادرش رو پیدا کردم. ببینین الان شبکه‌های مجازی خیلی ها که الان دارن صحبت میکنن و مطلب میگن، مثلا آیا میدونن که ناخدا پرویز جهانبانی در بندر انزلی چی کار میکرد، یا وقتی که فوت کرد کجا خاکش کردن؟ ببینین من تا ملاقات با برادرش رفتم، همین چند سال پیش فوت کرد، بله 99 فوت کرد، بله. خواهرش ماه منی رو رفتم پیدا کردم، البته ایشون حاضر به صحبت نشد. بله می اومد و می رفت، ولی پرویز ایران بود، ساکن بود، ثابت بود، ولی خانم ماهمانی می رفت و می آمد. و جفتی هم تنی نادر بودن، جفتی هم تنی نادر بودن. بعد من رفتم حتی از تو سایت و اینا گشتم، دیدم یه برادر دیگه ایشون در قید حیات از طریق همین فضای مجازی با ایشون تماس گرفتم. خلبانی که در اولین تیم آکروجت تاج طلایی با ایشون پرواز کرده بود، اون موقع ستوان یکم علی مینوسپر، سلشگر مینوسپر، در آمریکا پیدا کردم، از طریق فضای مجازی باهاشون صحبت کردم. ببینین به این نتیجه قطعی رسیدم که تمام اون کسانی که نزدیک ایشون هستن هیچ کدوم این مطالب رو تایید نمیکنن، ولی جرأت و جسارت رد کردنش هم ندارن. این برام خیلی مسئله بود، خیلی جالب بود. خب آقا اگه ایشون واقعا تیم آکروجت تشکیل کرده، بگین آقا بایندور وایساد، خودش و برادر شهید شدن، این کسی تو تاریخ نمیتونه عوض بکنه. حالا ما از حکومت پهلوی خوشمون بیاد بدمون بیاد، بایندور این کارو کرد، ولی
این که مثلا گفته میشه که سلام علیکم، ولی این که مثلا گفته میشه آقا جهانبانی این کار کرد این کار کرد، خب اگه هست بگیم تو تاریخ بمونه، بالاخره این هم قسمتی از تاریخ کشور و باید بدون. یک نکته دیگه هم برای من خیلی مهمه و اونم اینه که تاریخ مثل حافظه انسان میمونه. اگر کسی به تاریخ اشرافیت نداشته باشه، تاریخ کشور خودش اشرافیت نداشته باشه، دائما دچار آزمون و خطا میشه و یه سری بلاها سرش میاد. خیلی راحت بگم تاریخ براش مینویسن. من میخواستم اینو متوجه بشم آقا تاریخ برای ما نوشتن یا واقعا جزئی از تاریخه؟ اگر جزئی از تاریخه منم بهش افتخار. 5 سال بررسی کردم، رفتم تمام افرادی رو که نام برده میشد با ایشون هستن. اولین کاری که کردم سوابق اینا رو خوندم که از لحاظ زمانی با هم دیگه جور در میان یا نه. تمام سوابقی که از ایشون باقی مونده بود رو خوندم، تمام سوابق برادرانش رو خوندم، سوابق پدرش رو خوندم. ببینید 86 تا منبع داره کتاب. 86 تا منبع اونایی که من بهش استناد کردم. من شاید یه چیزی در حدود 300 400 تا فقط پرونده خوندم. پرونده خلبان ها اینی که مال اون دوره زمانی بودن. من چند ببینید ما یه چیزی داریم اصطلاحاً عامیانه بهش میگن علم قاضی. شما وقتی کتاب می‌نویسین باید یک چیزی بهش علم پیدا بکنین. وقتی بهش علم پیدا کردین بر اساس اون علمتون میتونی اثباتش هم بکنی می‌نویسین. من برای این که به این علم قاضی برسم تعداد زیادی بیش از اون منابعی که اینجا بهش اشاره شده رو مطالعه کردم، خوندم، با افراد مختلفی رفتم صحبت کردم. یک کار سطحی نبود، 5 سال وقت منو گذرم به اصطلاح صرف شد. یه نکته بهتون بگم، یه نکته خیلی جالب. اصلا گفته میشه که جناب جهانبانی از زیر پل اهواز رد شده. من 1 ماه شهر اهواز ساکن شدم، 2 طرف پلی که مورد نظر هست رو رفتم، تمام قدیمی هاشون رو شناسایی کردم، جعبه شیرنی خریدم، بردم، صحبت کردم. آقا شما همچین چیزی رو تایید میکنید؟ چند سال اینجا هستین؟ ما 40 سال اینجاییم، 30 سال اینجاییم، 50 سال اینجاییم. آقا شما همچین چیزی دیدین؟ حالا یه عده میگفتن به سن ما نمیخوری، یه عده میگفتن اصلا نشنیدیم. اونایی هم که میگفتن به سن ما نمیخوره منظورش این بود که خودمون که ندیدیم هیچی نشنیدیم. هم ببینیم بررسی صحنه‌ای من رفتم کردم. اینطور نبود که یه سری سند پیدا کنم. ببینید خیلی واضح بگم، بالاخره در ساواک علیه افراد اسناد زیاد بود، در ضد اطلاعات زیاد بود. خیلی از کسانی که الان در جمهوری اسلامی مسئولیت دارم علیه اینها هم بوده. صرف استناد به اسناد ساواک و ضد اطلاعات منطقی نیست. همونطوری که ما در مورد این افراد متوجه شدیم که آقا صحت نداره، ممکنه در ارتباط با این افراد دیگه هم صحت نداشته باشه. پس من لاجرم مجبور بودم بررسی صحنه‌ای بکنم. این که درست، ولی علی جهانبانی تو ساواک برنده بوده؟ نبود. نبود؟ نه. توی کتاب اشاره نکرد؟ نه. ببینید تو ضد اطلاعات بود. یعنی ساواک پرونده مکتوبی از ایشون نداره، ولی ساواک به شدت راجع به ایشون حساسیت داشت. بله اونو ضد اطلاعات کرده. ولی اون ساواک چرا روی ایشون حساسیت داشت؟ مثلا ببینید یکی از نکات همینه. بعضی از افراد ببینید یه موقع از شما دوست دارین یه چیزی رو بگین، خب بگین، آقا من مشکل ندارم. اما دوست دارین یه موقع از یه چیزی واقعی رو بگین و میتونین اثباتش کنین. من از اینجا با آقای جهانبانی مشکل دارم. خودش که نه، نه، من آقا مگه جهانبانی با من چه خصومتی داشته؟ من اصلا با شخص آقای جهانبانی هیچ مشکلی ندارم، هیچ مسئله خاصی نداشتم. جهانبانی هم یه خلبانی بوده مثل 10 نفر 100 نفری که زمان شاه خلبان بودن، انصافا خوب بوده.
ولی عاقل نبوده. حالا هی هم داره حرفامون شاخه شاخه میشه. من اول اینجا یه توضیح بدم بعد بریم سر ساواک. به طور مثال یک چیزی که من بهش رسیدم و هیچ جایی مطرح نیست، ایشون دوره پایان خلبانی نداره. یعنی 6 سال قرار بود توی روسیه درس رو بخونه ولی سال پنجم برگشت. یعنی مدرک پایان دوره نداره. وقتی مدرک پایان دوره نداشته باشه وینگ خلبانی نداره. وینگ خلبانی ایشون اعطایی اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر. پدر سپهبد سناتورشون نامه شخصی می نویسن، شاه جوان میپذیرد، میگه درجه ستوان یکی بدیم و به عنوان خلبان استخدامش کنیم. بعد از اینکه از روسیه. حالا ایده میگن آقا ایشون مثلا کسی که راننده بلد گواهی نامه نداره ولی رانندگی بلده، خب راننده است. من میگم آقا ببینین، راننده باید همه چیزش کامل باشه. یکیش بلد بودن رانندگی، یکم داشتن مدارکه. وقتی شما مدرک رو نداری یه چیزی کم داری. آقا اگه اینطوریه که میان همه رو یه آموزش بدن و نفر رو بهش یه وینگ بدن بره بعدم بکنن شهپر آسمان شاه. ببینید اینا بود که من اذیت میکرد. ما خلبانای خوبم زمان شاه داشتیم، اینطور نبود. چرا راجع به اونا نمیگن؟ بعد حالا بیایم سر ساواک. آقا شاه روی یه سری چیزای حساسیت خاص داشت، معاذالله از این چیزا میگذشت. یکی از اون چیزایی که روش حساسیت ویژه و خاص داشت سپهبد تیمور بختیار بود. به شدت نسبت به تیمور بختیار شاه حساسیت داشت. بعد حالا من یه سوال میکنم، تیمسار خلبانی که با خواهر تیمسار بختیار ارتباط نامشروع در حد زنای محسنه داره، ساواک و شاه به آسونی ازش میگذرن؟ یا ما شاهون یه لحظه اینجا رو نگردیم، شاه علت حساسیتشو تیمور بختیار حالا قومیت بختیاریشو اینا بوده؟ نه، اون میخواست کودتا کنه علیه شاه دیگه، اصلا میخواست شاه برکنار کنه. بله دیگه، ببینین سال 38-39 که تیمور بختیار رفت آمریکا برگشت، اومد که بهش نخست وزیر و بعدم زیراب شاه بزنن. دیگه در ساده ترین حالتش دنبال این بود که شاه بکنه پادشاه مشروطه و خودش بشه نخست وزیر دائمی. یک اختیارات همه که شاه متوجه شد و با آمریکایی‌ها ساخت و بختیار گذاشت کنار، علی امینی اومد. خب بعد به این یه پست دادن سوئیس، این رفت سوئیس که به صلاح شغل اونجا، هم اون ول کرد هم اینا جدی نگرفت. از اونجا به بعد شد مخالف شاه دیگه. از اونجا به بعد دیگه در حدی رسید که رفت توی عراق و بغداد و دیگه عملا جلوی شاه وایساد دیگه. اون موقع دیگه دایه بحث مشروطه ای نبود، بحث این بود که حکومت پهلوی باید براندازی بشه، جمهوری بشه، من هم میشم رئیس جمهور. مثلا یه چیزی دنبال رفتارهایی بود که داشت تو کشورهایی مثل مصر، سوریه، لیبی و خود عراق رخ میداد. کودتا انجام بدن. حالا آیا اون موقع در حوزه غیر مذهبی بزرگترین مخالف تیمور بختیاره، گردن کلفترین تیمور بختیاره؟ بعد شما اینم در جریان باشین که هستین که تیمور بختیار کسی بود که ساواک رو تشکیل داده بود دیگه، یعنی همه این ساختارا رو هم آشنایی داشت. حالا شاه از ارتباط یه تیمسارش با خواهر ایشون به همین راحتی میگذشت؟ این خدا وکیلی اگه کسی بگه آره خیلی ساده پنداره. این یه علت حساسیت شاه به جهانبانیه. علت دیگر میتونی بگیم این که توی روسیه بود و کمونیست‌ها و اون جریانات که بود؟ نه اصلا ببینین، اون که تو روسیه بودن مهم نیست، مهمتر از اون هست. مهمتر از اون که اصلا مادرش روس بود. ببینید یه عده‌ای که میخوان نگاه مثلا معتدل و عادلانه داشته باشن میگن که جهانبانی پست نگرفت، پست‌های مهم و حساسی نگرفت و حالا توی اون مراسم‌های مهم که آمریکایی‌ها میمدن اون شرکت نداشت چون مادرش روس بود و ملیت مثلا 100% ایرانی نداشت، یعنی اصلا خونش مثلا ایرانی نبود، همین دلیل بهش پست ندادن. نه اولا بابای خودش هم سپه بود، امان الله جهانبانی هم از مادری گرجی بود،
گرجی بود، پدرش ایرانی بود که البته پدرش هم از قجرها بود، شاهزاده بود، نوه فتلی شاه بود و اون هم حالا یک به اصطلاح چیز، ولی مادرش رسما گرجی بود. خب چرا اونو پس شاه برد سپهبدش کرد، نمیدونم سناتورش کرد؟ نه اینطور نیست. اینا ببینید بازی با کلماته. شما اشاره کردید که خود جمهوری تو دادگاه انقلاب میگه که ما رو بازی نمیدادن، ما خاندان جمهوری رو چون قجری بودیم، ولی اینو رد میکنین چون پدر جهانبانی کلی پست و منصب ببینین برادر دارد. اول جهانبانی وقتی که سال 57 انقلاب پیروز شد سومین سفارتش رو داشت انجام میداد، سه بار سفیر شده بود. برادر دومش امان حسین سپهبد بود، جنرال آجودان شاه بود. برادر سومش حمید سرلشکر بود که سال 57 سال اعطای درجه سپهبدیش بود، یعنی یک دو ماه اگه انقلاب پیروز نمیشد درجه سپهبدی اونم میگرفت. بعد حالا از لحاظ پسرها داریم میگیم، بعد ایشونه، بعد سه تا دیگه هن که این سه تا کارهای شخصی انجام میدن، رایزن بازرگانی و رایزن فرهنگی و اون خسرو که اصلا زد به کار هنر، بعد شد داماد شاه، شهناز گرفت، با شهناز آخری هم پرویزه. نه اینطور نبود. ببینین شاه جهانبانی رو به بازی نمیگرفت، نادر رو به بازی نمیگرفت چون واقعا قابل بازی کردن نبود. ببینین سال 1339 آقای خاتمی که اون موقع معاون نیرو هوایی بود و داماد شاه شده بود، به اتفاق یه گروهی میرن در آلمان دوره جت ببینن و یه سری هواپیمان بخرن. اونجا خاتمی پیشنهاد میکنه که یه گروه اکروجت تاج طلایی درست بشه به نام تاج طلایی، قبول میکنن به هواپیمای F-86. خب این یه تعداد خلبان انتخاب میکنه و اینا آموزش میبینن و میان تو ایران. مثلا یکی از موضوعاتی که خیلی مشهوره اینه که میگن آقا مسابقه گذاشتن. خب این مسابقه چه سالی برگزار شده؟ کی برگزار کرده؟ آخه این ببینین نمایش همزمان یه حرفه، مسابقه یه حرف دیگه است. مسابقه آکروجت گذاشتن، بعد یه مرجعی مثلا هوانوردی جهان، نمیدونم اتحاد مشترک سیزم، یه جایی گذاشته باشه، ناتو، ورشو، کی این نمایش چیز رو گذاشته؟ این که رفتیم توش الان یکی از اشتباهات آقای دروغایی که برای جهانبانی در واقع تبلیغ میکنن اینه که مؤسس آکروجت بوده که شما رد میکنیم میگه محمد خاتمی، محمد خاتمی بوده. ببینین محمد خاتمی اون موقع درجهش سرتیپ بود سال 39. ببینین ما افراد رو نمیشناسیم، چون نمیشناسیم متوجه وزنشون نمیشیم. محمد خاتمی کسیه که از درجه سرگردی تا ارتش بودی 17 ساله طی کرد، اصلا در تاریخ شاهنشاهی سابقه نداره. یعنی این به محضی که شاه رو از ایران خارج کرد برد ایتالیا و سال 32 برگردون قاتمی بودش خلبان شاه بوده. بله اصلا نکتهش همینه که اینا دوتا خلبان بودن. هواپیماهای الان هم همینطوره، مقامات دوتا خلبان داره حتی اگه کوچیک باشن، به خاطر اینکه اگه یکی از حال رفت یکی دیگه باشه. شاه هم خودش ترابری رو میتونه است، جنگنده نه. این عکسایی هم که میندازن فقط عکسای نه تو جنگنده اصلا شاه نمیشه. ببینید عکس خودتون هست فانتوم که داشتم، این یه چیزی هست که میگن هر جنگنده‌ای که می‌خواستن بخرن شاه ببینید. خب اینا من معذرت میخوام، حمله بر بی‌ادبی نمیشه، واقعا یه مش آدم جاهل صحبت میکنن. ببینید هر هواپیمایی برای خودش آموزه‌هایی داره. شما هواپیما به هواپیما عوض بکنید، اول باید 6 ماه دوره زمینی شه ببینید، بعد بریم با یه خلبان دیگه پرواز بکنین، یه ساعتی رو به عنوان نفر دوم پرواز بکنین، وقتی که سلو شدین توجیه شدین پرواز تکی بکنین. بچه‌ها آخه محمد رضا پهلوی مثلا هی می اومد میرفت تو این هواپیما میشست، تو ما هواپیما میشست، چه دوره‌ای دیده؟ شما کتاب خاطرات علم رو بخونین. معذرت میخوام این حرف رو میزنم، خیلی عذر میخوام از همه دوستان و مخاطبینتون رو عذرخواهی میکنم. شان نصف به روزها رو به زنبارگی میگذارونده. بابا این علم نوشته، به خدا من ننوشتم.
قسم میخورم من هیچ تقلبی هم به اعلم ندادم، چون اعلم سال 57 فروردین فوت کرد، 57 انقلاب بهمن پیروز شد که به حساب شاداب عسکری نذارم. بابا اعلم داره میگه نصف روز رو به زنبارگی که من اصلا موندم این که پادشاهی کرد چطوریه؟ یا اعلم که دروغ به این گندگی نمیگه که، بعد مستندم که نمیگه، نوشته اعلی حضرت از من سوال کردن که این خلبانا هر هفته پرواز میکنن به آمریکا دختر میارن، نه این پرسن اینا مال کیه؟ اون شاهی که غرق در این کار بود کی فرصت اینو میکرد که بیاد بره دوره زمینی ببینه، سلو بپره، فلان بکنه، لباسی تنش میکرد، خب لباسی تنش میکرد، میرفت میشست عکس هم میگرفت. خب خاتمی توی نوشهر موقعی که میخوام پرواز بکنم به بغداد، دوتا خلبانن، خلبان اول میگه من نمیام، میفهمه که کودتا شده، فکر میکنه کار شاه تمومه و خاتمی تنها محمد رضا رو میبره. این احتمالم که هواپیماشو تو راه بزنن بوده و میخواستنم با پدافند بزنن ایران. دکتر مصدق میگه نکنین. بله دکتر مصدق میگن بهش که شاه داره فرار میکنه از نوشهر تا بغداد از وسط ایران رد میشه دیگه، میگیره رادا، میگن شاه داره فرار میکنه، میتونیم هواپیما بلند کنیم بهش بگیم بشین، اگه نشست بزنیمش. مصدق میگه ولش کنیم بزنیم بره. خاتمی این ریسک رو به خودش میپذیره، میبره بغداد و از اونجا میبرتش روم. تو بغداد کمال کم محلی رو با محمد رضا انجام میدن، ایتالیا روم که دیگه اصلا تحویلش نمیگیره. حالا بغداد پادشاه بغداد یه مقدار حال بهش میده، تو روم که اصلا اینه بچه یتیما. زمانی که میگن کودتا پیروز شد، شاه قدر خاتمی رو میدونه، چون اگه خاتمی بلند نشده بود شاه مونده بود. خب حالا به این شخص باید چقدر اهمیت بده؟ یه دفعه از سال 1332 تا سال 1341 از سرگردی به سرلشگری میرسه. زمانی که سرلشگر میشه تمام درجات بالا سپه بود و ارتش بود، اون وقت نیروی هوایی نداشتیم، سرلشگرهای ارشدتر و سپه بود را همه رو شاه یا بازنشسته میکنه یا میفرسته وزارت جنگ که خاتمی در نیروی هوایی ارشدترین باشه. اون همچین کسی که شوهر خواهر اعلیحضرت هم هست توی آلمان، بعد نادر جهانبانی اکروژه درست میکنه، این اصلا مسخره است. اما چون خاتمی به اصطلاح اما معاون نیرو هوایی بوده و دیگه شابش گفته بوده که تو فهمده نیرو هوایی تو مسیر این کار بوده، لیدر یا اون فرمانده اصلی تیم اکروجت خاتمی نادر جهانبانی میذاره. چرا؟ درجهش از همه ارشد در بوده، یه ربیعی بوده، سروان بوده، مینو سپر بوده، ستوان یک بوده، ایشون سرگرد بوده، خود خاتمی هم که سرتیپ بوده. به این دلیل میذاره ایشون سه سال لیدره تیم آکروجت تاج طلایی بوده با هواپیمای F-86 جهانبانی. تو همین سه سالی که ایشون لیدر بوده دو تا از خلبانای زیر دستش سانه میدن و کشته میشن، که اتفاقا یکیشون جهانبینی از اقوام خودش هم بود. جهانبینی از اقوام خودش بود. شما گفتین در واقع کمیته تشکیل دادن بررسی کردن و گفتن که جهانبانی اون همیت ارتشی رو نداشته و نیروشو به کشتن داده؟ نه اون یه خلبان دیگه بود، حالا اونو توضیح میدم. بله اونجا یکی از دلایلی که توبیخ انضباطی ارتش این چیزی بربندهش اینه که میگن نیروی زیر دست خوب محافظت نکرده تو پرواز. ببینید اصلا توبیخ نیست، رسما کنارش گذاشتن. کار ستادی هم بله. ببینید این نکته این عجیبه، این جریان، این پروژه که شما میگین در پی بولد کردن و بزرگ کردن جهانبانیه، که
چطوری که میاد خاتمی رو قربانی میکنه؟ خاتمی که چهره بزرگتر و اسطوره‌ای‌تر یه در واقع فهمید روایی بوده، ببینید خاتمی 54 مرد. هم اینم می‌خواستم ازتون بپرسم، آره. حالا این داخل پرانتز، من با خلبانا که گفتگو میکنم بعضن به من میگن که خاتمی چهره بود که آمریکایی ازش خوششون نمی اومد، مخالف F14 بود. نه اصلا نمیدونم توطئه کردن کاکیش زدن. نه اصلا اینا که میگن، ببخشید با کمال احترامی که براشون قائلم، مزاح میکنن دوستان. یه مقدار تاریخ گذشته مزاح میکنن. اولا اگر کسی مطالعه کرده باشه، حالا این آقایان خلبانا که اون موقع بودن، اگر کسی مطالعه کرده باشه در تاریخ نیروهای مسلح احد و ناسی اجازه اظهار نظر در مورد خریدهای ملوکانه نداشته. شاه شخصا انتخاب میکرده، مطلق مشاوره نمیگرفته و یک نفر بوده که بهش دستور میداده بخره، اونم شخصا میخریده و اونم ارتش بود، طوفانیان بود. طوفانیان تنها ارتش بودی بود که درجه فرماندهی نداشت، معاون وزیر جنگ داشت، ولی به لحاظ کاری که برای شاه میکرد و مطیع محض امر ملوکانه بود، به اصطلاح شاه پیش درجه ارتش بود. در نتیجه اینکه خاتمی به اصطلاح ترسیده نگفته آمریکایی ها فلان، این همه نه نه آمریکایی ها ازشون بعدش مونده، این همه مزاحه. این کشته شدنش که با پرواز میکرد با کایتون میگن، اون کشته شدنش انشالله اگر عمری باشه، من تا یه سال دیگه اسرار سقوط کایتون می نویسم. باشه این ببینین، خاتمی اولا بگم شاید بیشترین حجم پولی که خواهر برادرای شاه از کشور خارج کردن فاطمه پهلوی خارج کرد. فاطمه پهلوی زن خاتمی بود، اونم مال خودش نبود، پولایی بود که خاتمی گرفته بود. خاتمی به شدت رانت باز بود و پول میگرفت، اما انصافا اینا نگم مدیونش میشم، قسمت اعظم ساخت و ساز نیرو هوایی کار خاتمیه. ببینیم وحشتناک دزدید اما کارم کرد، وحشتناک دزدید ولی کارم کرد. زمانی که خاتمی شد فرمانده نیرو هوایی، ما دو تا پایگاه تو کشور داشتیم. زمانی که مرد، ما 8 پایگاه داشتیم و 2-3 داشتیم میساختیم. یعنی ساخت پایگاه، منازل مسکونی، حالا مدرسه، امکانات، تجهیزات، نه همش زحمات خاتمی بود، هزینه بر بود. خب البته شاه هم بهش چیز میداد دیگه، کمک میداد اینا. خاتمی و این کلمه جسارت این مقدار از لحاظ اصلا بیانش یه مقدار اشکال شعری داره آدم اینا بگه، ولی در حد پرسیدن خاتمی تو نیرو هوایی قبولش داشتن. و بعضا هنوز هم بعضی خلاباتا بله هنوز هم قیل و خاتمی هم واقعا بهشون میرسید. یعنی ببینه خاتمی مثلا چه کار کرده بود. یکی از کارهایی که جامانی از داداشش حمید 4 عقبتر بود، اما چون حمید زمینی بود درجاتش رو برابر سنوات خودش میگرفت. خاتمی اومده بود مصوبه ای برده بود پیش شاه، از شاه اجازه گرفته بود تمام خلبانای نیرو هوایی تو هر درجه 1 ارشدیت بگیرن. در نتیجه مثلا نادر باید سرتیپ باشه، حمید سرلشکر، نادر میشه سپهبد، حمید میشه سرلشکر. این کم کاری نبود، اینا خاتمی کرد. خیلی واقعا به خلبانا رسیده. آره. چیزی که من میدونم به شدت، آره، پشتیبان بوده. آره. اگر با جای درگیر میشدن، آره، خودشون به خاتمی کرد. آره. بعد خاتمی هم خودش گردن کلوف بود. اتفاقی که افتاد در چیز سد دز، من اونجا رم رفتم دیدم، کاخ شاه هم اونجا دیدم، کوه و اینا رم بررسی کردم، یه سری اسناد خیلی جالب هم دست آوردم. یکی از حماقت‌های حکومت پهلوی اینه که عکس کایت خاتمی رو
در محل اصابت و وقتی آوردم پایین نشون داده، عکس انداختم. آقا مگه میشه کایت به کوه اصابت بکنه پاره نشه نشکنه؟ کایت سالم سالم. نه جسدم سالمه، بند ها باز شده. این کایت رو تازه خریده بودن، از سوئد هم خریده بودن، من ریز تحقیق کردم این کایت رو تازه خریدن. اون نفری که مسئول بوده می اومده، قرار بوده شاه و ملک حسین فردا یک شنبه بیان اونجا با همین کایت پرواز کنن. خاتمی رفته بوده که اطمینان از سلامت کایت ها داشته باشه. روزی که اینا میرن اونجا اون نفر نمیاد، که مشخصه که با برنامه نیومده. و چون قرار بوده شاه بیاد و خود خاتمی هم بلد بوده، میگه من میرم، اینه میبندن، قفل باز میشه و سقوط میکنه. برگه فوت خاتمی رو من دارم، برداشته نوشته که به علت اصابت سر به جسم سخت و شکستگی گردن. سوال، شما اگر که با کایت به کوه بخورین، اولین جایی که میشکنه پاهاتونه، دستتونه، دندهاتونه، بعد گردنتونه، بقیه بدنش سالمه. فقط گردن و سر ضربه خورده. در جریان باشین، وقتی یک نفر از ارتفاع میفته، این همه تحقیق شده است، کسایی که متخصصن تایید میکنن عرایض من دارن، وقتی یه نفر صعود میکنه میفته تو هوا میمیره، اصلا میمیره، میره با. بعد با سر میاد پایین، جای پا و سر عوض میشه، با سر میاد. این با سر اومده، گردن و سرش له شده، بقیه بدن سالم. در صورتی که اگه با کایت میخورد. و این وقتی مراجعه میکنیم به خاطرات اعلم که مینویسه اعلی حضرت چیزهایی راجع به خاتمی به من گفتن که من حتی نمیتوانم اونها رو بنویسم، بعد از مرگم هم افشا نشه و با خودم به گور میبرم، همین بود. مثل اینکه توی مراسم ختمش نمیاد شاه؟ نه، شاه هیچ کیا نمیرفه بخشن، هیچ که آدم حساب نمیکن اصلا مسئله. نه 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 نه، این اصلا شاه ببخشین، خیلی عذر میخوام آقا، ما خیلی چیزا برامون واضح و بدیهیه ولی نمیدونم چرا بهش توجه نکنیم. شعار این بود خدا شاه میهن، خدا خودشو، یعنی شاه خودشو یه بند انگوش از خدا کمتر میدونست. این اواخر هم که میگفتن شاه سایه خداست. میهن کیه؟ خدا، شاه میهن. یه چیزی، این فرض اینکه آمریکایی‌ها توطئه کردن خواستن از سر راه برش دارن، هست مردوده. اصلا این اصلا 100% این کار خود محمد رضا بود. محمد رضا یکی از دلایل من راجع به این که جهانبانی هر چی راجعش میگن کذبه همینه. ببینیم محمد رضا آدمه قدر قدرت رو بر نمیتافت. هیچ کسی که بتونه روزی بگه منم بر نمیتاف، 1352 وصیت‌نامه سیاسیشو میاد مطرح میکنه. فرح هست، وزیر هست، نخست وزیر هویدا هست، رئیس مجلس سنا، شورای ملی و و و همه نشستن، نظامی هم همه نشستن. آقا این متنش هست تو ارتش، ستاد ارتش هست، بریم ببینید دیگه. اولین صحبتی که میکنه اینه، شما هیچ کدومتون نمیتونین کودتا بکنی، من شما رو طوری چیدم که کودتایی نمیتونیم بکنی. اگر من مردم همه کار فرعه تا زمانی که ولیعهد برسه به سن قانونی. همین فرعه رو داشت طلاق میداد. 1352 گیلده آزاد دختر یه تیمساری بود در اصفهان. شاه رفت اصفهان، تو فرودگاه که داشت میرفت چیز بود، دختره رو تو صفحه ملاقات و اینا دیدش، خوشش اومد، دستور داد که این با دخترش بیان سوار هواپیما شن. عاشق دخترش رو فرستادش ایتالیا عمل بکنه و فلان بشه و دیگه تمام. کار به جایی رسید که داشت فرح و طلاق میداد. تنها دلیلی که سال 52 فرح و طلاق نداد و با گیلد آزاد ازدواج نکرد فقط یک چیز بود و اونم این بود که فهمید سرطان داره.
چون فهمید سرطان داره و بر اساس قانون اساسی که خودش عوض کرده بود شهبانو شده بود به اصطلاح نایب السلطنه، از سلطنت رضا ترسید، اینو ولش کرد. بابا به زن خودش رحم نمی کرد، به برادر خودش. ببخشین من اینم کار کردم، علی رضا بله هواپیماش سوخت نداشت، جوک داریم به هم میگیم، شوخی داریم میکنیم، قرار مثلا با هم دیگه مزاح بکنیم، هواپیمای برادر شاه سوخت نداشت. آخه اصلا کدوم منطق اینو میپذیره؟ بابا هواپیمای من که نبود که. برون ها ما واقعا چه اتفاقی افتاد؟ زدنش آیا؟ نه سوخت نریخته بودن، دستکاری سیستم آمپر دستکاری فکر کرد باک پره، بلند شد خورد زمین، نه تا اطراف قزوین خورد زمین، زنجان خورد زمین.